به نام خداوند بخشنده مهربان. نشانه های تکبر، برتری جویی و بازداشتن از دین خداوند متعال. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ترجمه: بزودی کسانی را که بناحق در روی زمین تکبر می‌ورزند از آیات خود باز می‌دارم و اگر هر معجزه و نشانه‌ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نمی گیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را بر می گزینند. این بدان خاطر است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. گواهی می دهم که نیست معبود بر حق جز الله یکتای بی همتا و غالبی با حکمت، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار الها بر او و بر همه آل و اصحاب او رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. اما بعد، همانا عاقبت انسان های متکبر در دنیا و آخرت وخیم است، برابر است افراد باشند یا ملت ها و گروه ها. پس هلاکت ملت ها و ده ها که برتری جویی کردند و تکبر ورزیدند از سنت های جاری خداوند در خلقش می باشد و هرگز در سنت خداوند متعال تغییر و تبدیل پدید نمی آید. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: اما قوم عاد بناحق در زمین تکبر کردند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا ندیدند الله ذاتی که آنان را آفریده از آنها نیرومندتر است؟ و آنها همواره آیات ما را انکار می کردند. پس ما تندباد شدید و سرد در روزهای شوم بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و بیگمان عذاب آخرت خار کننده تر است و آنها از هیچ سوی یاری نخواهند شد. و در آیات دیگری چنین می فرماید، ترجمه: چه بسیار اهالی آبادی ها که از فرمان پروردگارشان و فرمان پیامبران او سرپیچی کردند، پس ما به شدت از آنها حساب کشیدیم و به عذاب سخت و سهمناک آنان را مجازات کردیم. پس آنها طعم عقوبت کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود. تکبری نخستین گناهی است که با آن امر خداوند متعال نافرمانی شده است. چون وقت خداوند فرشتگان را دستور داد تا آدم را سجده کنند، همه سجده کردند الا ابلیس، یا مگر ابلیس. طوری که خداوند متعال می فرماید: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. ترجمه: یاد بیاور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر بازد و تکبر ورزید و از کافران شد. در روز قیامت انسان‌های متکبر از چهره‌های زشتشان شناخته می‌شوند، همانطوری که در دنیا با چنین چهره شناخته شده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید، ترجمه: و اهل اعراف مردانی از اهل دوزخ را که از سیما و چهرهشان آنها را میشناسند صدا میزنند، میگویند: جمعیت و مال اندوزی شما و آن سرکشی و تکبرهای شما به حالتان فایده ای نبخشید. بنابراین اسلام از عواقب بد تکبر هشدار میدهد و آن را یکی از راههای دوری از رحمت خداوند متعال میداند و متکبران را به عذاب دردناک هشدار میدهد. چنانچه خداوند متعال می فرماید، ترجمه: بیگمان کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن گردن کشی و تکبر ورزیدند، درهای آسمان هرگز برایشان گشوده نمی شود و به بهشت داخل نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن در آید، و این چنین گناهکاران را کیفر می دهیم. و در آیات دیگری چنین می فرماید، ترجمه: و روز قیامت کسانی را که بر الله دروغ بسته اند میبینی که چهره هایشان سیاه شده است، آیا در جهنم جایگاه برای متکبران نیست؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید:
بهشت و دوزخ با هم مجادله کردند. دوزخ گفت در داخل من ستمکاران و متکبران است. بهشت گفت در داخل من مردان ضعیف و مساکین است. پس خداوند متعال میان آنها فیصله نمود و فرمود: ای بهشت، تو رحمت من هستی، توسط تو کسی را که بخواهم مورد رحمت و مهربانی ام قرار میدهم، و تو ای دوزخ عذاب من هستی، توسط تو کسی را که بخواهم مجازات میکنم و هر دوی شما را مملو میسازم. و در حدیث دیگری میفرماید: آیا اهل دوزخ را با شما معرفی نکنم؟ آنها همه فاجر و متکبر هستند. بی تردید تکبر اخلاقی است که در قلب بیمار سکونت میکند، چون گاهی دیده میشود مردی که فقیر است و چیزی ندارد ولی از جمله متکبران میباشد، و مردی که ثروتمند و سرمایه دار است ولی از جمله متواضعین میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: وارد بهشت نمی شود کسی که در قلبش به اندازه ذره تکبر بوده باشد. مردی گفت: باید لباس و کفش انسان خوب و نیکو باشد. فرمود: همانا خداوند متعال زیباست، زیبایی را دوست می دارد. تکبر ضد حق و تمسخر بر مردم است. تکبر از خطرناکترین بیماری های نفسی، روانی و اجتماعی می باشد که روان انسان و مجتمع را نابود می سازد. و انسان متکبر در نفس خود فریب خورده است، فکر می کند که از دیگران بلندتر است. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: همانا کسانی که در آیات الله بدون هیچ حجت و دلیلی که برای آنها آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هایشان جز تکبر نیست که خود به آنها نخواهند رسید. با اینکه کبر در دل انسان سکونت می کند، مگر دارای نشانه هایی می باشد که در رفتار و کردار انسان نیز ظاهر می شود. از جمله نشانه های آن احساس عزت با گناه و عدم اطاعت از حق می باشد. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و چون به او گفته شود از الله بترس، خود بزرگبینی و تکبر او را با گناه می کشاند، پس آتش جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است جهنم. پس انسان متکبر با تمام غرور زشت و برتری جویی ناپسند خود حق را رد می کند. وقتی اگر از او خواسته شود تا دوباره به حق برگردد، غرور و استکبارش افزایش می‌یابد، پس خود را در معرض هلاکت می‌اندازد. خداوند متعال می‌فرماید: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، پس آتش جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است. کسانی هستند که بر امر پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبر می‌ورزند، پس پاداش تکبر و سرپیشی خود را می‌بینند. از ایاس ابن سلمی ابن اکوع رضی الله عنه روایت است که پدرش با او حکایت نمود که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست چپش غذا خورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: با دست راست بخور. گفت: نمیتوانم. فرمود: هرگز نتوانی. او را جز تکبر چیزی دیگری باز نداشته بود. راوی میگوید: پس هیچگاه آن را به سوی دهان خود بلند کرده نتوانست. و از جمله نشانه های تکبر، با بی اعتنایی از مردم روی گرداندن. خداوند متعال بر زبان حضرت لقمان از چنین کاری نهی نموده می فرماید، ترجمه: و با بی اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو، بیگمان الله هیچ متکبری خودستایی را دوست ندارد. و برخی دیگر آن غرور در رفتار و معنای خودستایی برتری جویی در رفتار است. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و در روی زمین با تکبر راه مرو، بیگمان تو نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمی رسی. همه این کارهای ذکر شده بدی و گناه آن نزد پروردگارت ناپسند است. برخی دیگری آن تکبر ورزیدن با متاع دنیا و نعمت های خداوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: مردی از ملت های پیشین از پیش از شما روزی با لباس زیبایی برآمد و در آن تکبر می‌ورزید، پس خداوند زمین را دستور داد تا او را بگیرد، پس او تا روز قیامت در آن به سرعت فرو می‌رود. همچنان که تکبر با لباس می‌باشد، با فرش و وسایل خانه، سوار شدن ماشین زیبا، داشتن قصرهای زیبا و رنگارنگ و دیگر متاع دنیا نیز صورت می‌گیرد. و برخی دیگری از نشانه های تکبر، عدم اشتراک در مجلس فقرا و تنگ دستان به قصد تحقیر آنها. همانطوری که مشرکین از اشتراک در مجلس فقرای صحابه مانند سلمان، صهیب، بلال رضی الله عنهم و امثال آنها ایبا می ورزیدند، چنانچه به پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند: آنها را از نزد خود دور بکن تا بر ما جرأت نکند. پس خداوند این آیت را نازل کرد:
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و خوشنود او را میخوانند از خود دور مکن. و همچنین برخی دیگری از انواع برتری جویی بر مردم در مهمانی ها و محافل تنها از ثروتمندان پذیرایی می شود، نه از فقرا به قصد کوچک جلوه دادن جایگاه آنها. ابو هریره رضی الله عنه فرمود: بدترین غذا غذای مهمانی است که در آن ثروتمندان دعوت می شوند و فقرا دور زده می شود. همچنین از مظاهر تکبر، غرور از سلام دادن و مصافحه نمودن با کسی که جایگاهی کمتر دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه برای خرد و بزرگ با گفتن سلام آغاز می نمود. در حدیثی وارد است همانا پیامبر صلی الله علیه و سلم بر گروهی از اطفال گذشت و بر آنها سلام داد. و همچنین از مظاهر تکبر، شدت و بد اخلاقی در خصومت می باشد. بدون اختلاف قهر کردن مسلمان از برادری مسلمانش بیشتر از 30 روز حرام است، چون در این کار قطع صله رحم، اذیت و فساد است. و بر کسی که بیشتر از 30 روز از برادری خود قهر نماید، وعید شدید و تهدید سخت در آخرت ثابت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که بیشتر از 30 روز با برادری خود قهر نماید، جایش در دوزخ است، مگر که او را خداوند با فضل و کرم خود ببخشد. و در حدیث دیگری فرمود: درست نیست که مسلمان بیشتر از 30 روز با برادری مسلمان خود قهر نماید، طوری که هرگاه با او روبرو شود از یکدیگر رو می‌گردانند. بهترین آنها کسی است که اول سلام بگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری می‌فرماید: 4 خصلت در هر کسی باشد، این شخص منافق کامل است. و کسی که در او یک خصلت آن باشد، او یک خصلت نفاق در او یک خصلت نفاق می‌باشد تا که آن را ترک نماید. این 4 خصلت: هرگاه به او امانت سپرده شود خیانت می کند، وقتی سخن بگوید دروغ می گوید، اگر وعده کند خلاف می نماید، هرگاه خصومت نماید بد اخلاقی و غدر می کند. در واقع سبب اسلام نیاوردن و کلمه لا اله الا الله نخواندن بسیاری از مشرکان تکبری و برتری‌جویی بوده است. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته می شد معبودی به حق جز الله نیست، سرکشی و تکبر می کردند. پس از پیروی کردن دین دیگری غیر از دین پدران و نیاکانشان ابا می ورزیدند و به سبب کبر و غرور یهود از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نکرد، با اینکه به یقین صداقت و پیامبری او را می دانستند. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم پیامبر صلی الله علیه و سلم را می شناسند چنان که فرزندان خود را می شناسند، و همانا گروهی از آنان در حالی که می دانند حق را کتمان می کنند. و همین تکبری و خودپسندی باعث شد تا بنی اسرائیل پیامبرانشان را تکذیب نمایند و برخی آنان را بکشند. خداوند می فرماید، ترجمه: آیا هر زمان پیامبر چیزی در برخلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید، پس گروهی را تکذیب کرده و گروهی را کشتید؟ براستی در میان ملت‌های گذشته تکبر سبب کفر و تکذیبگران بوده است. خداوند متعال بر زبان نوح علیه السلام چنین می‌فرماید، ترجمه: و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوشهایشان فرود کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردنکشی و تکبر نمودند. خداوند متعال داستان قوم هود علیه السلام را چنین حکایت می کند، ترجمه: اما قوم عاد بناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا ندیده اند الله ذاتی که آنان را آفریده از آنها نیرومندتر است؟ و آنها همواره آیات ما را تکذیب می کردند. خداوند درباره قوم حضرت صالح علیه السلام می فرماید، ترجمه: اشراف و بزرگان از قوم او که گردنکشی می کردند و مستضعفان به همان کسانی از آنان که ایمان آورده بودند گفتند: آیا شما براستی یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند: ما به آنچه او بدان فرستاده شده ایمان داریم. آنان که گردن کشی می کردند گفتند: ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید منکر و کافریم. خداوند حالت قوم حضرت شعیب را
چنین بیان میکند. ترجمه: اشراف و بزرگانی از قوم او که سرکشی میکردند گفتند ای شعیب، قطعا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خیش بیرون خواهیم کرد، یا اینکه به آیین ما بازگردید. شعیب گفت آیا بازگردیم اگرچه از آن کراهت داشته و بیزار باشیم؟ این چنین سرنوشت هر ملتی که تکبر ورزیدند و از امر پروردگارشان سر باز زدند هلاکت و تباهی بود. پس چه بد سرنوشت و بد مسیری دچار شدند. در واقع راه درمان کسانی که با چنین بیماری علاج ناپذیر دچار شده اند پیشگیری و علاج واقع قبل از وقوع آن است. به اینکه قدر نفس خود را بدانند و به اصل وجودشان نظر نمایند که پس از عدم نخست از خاک، سپس از نطفه، سپس از خونی بسته و سپس از قطعه گوشت آفریده شد و سپس چگونه چیز دیگری به صحنه وجود آمد که قبلا نبود. و باید انسان متکبر بداند که در روز رستاخیز به ضد قصدش مجازات می شود. پس کسی که با تکبر خود بر مخلوق خداوند برتری جویی و فخر فروشی کند، در روز جزا ذلیل ترین و ناقص ترین مردم برانگیخته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انسان متکبر در روز قیامت مانند ذره ای در تصویر مردم برانگیخته می شود. ذلت از هر سو آن را احاطه می کند. خداوند متعال می فرماید. ترجمه: آره، این سرای آخرت را فقط برای کسانی قرار می دهیم که نخواهان برتری جویی هستند و نخواهان فساد، و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. برادران مسلمان، برخی از نشانه های باز داشتن از راه خداوند متعال تناقض میان گفتار و کردار و ادعای آرمانگرایی و صالح خواهی از کسانی می باشد که بر شکل و مظهر خارجی تمرکز می کنند و به طور مطلق شکل ظاهری را اولویت می دهند، اگرچه آن بر ضرر عقل و گوهر تمام شود. و حتی اگرچه صاحب این مظهر خارجی بر مستوای انسانی و اخلاقی نبوده باشد که او را رهبر و الگو بگرداند، چون صاحب مظهر و شکل خارجی که رفتارش با آموزه های اسلام همخوانی نداشته باشد، یکی از مهمترین نشانه های ویرانگری، نفرت و بازداشتن از دین خدا می باشد. و بر امثال آنها این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم صدق می کند: همانا برخی از شما نفرت انگیز هستید. وقت شکل و سیمای کسی همسان انسانهای دیندار باشد، ولی رفتار و کردارش زشت و ناپسند، دروغگو، خیانتکار باشد یا مال مردم را بناحق بخورد، پس این موضوع خیلی خطرناک می باشد، بلکه صاحب آن از جمله منافقان محسوب می شود، همانطوری که حالت گروه های سرکش و دینفروش چنین است. با اینکه آنها از بزرگترین حامیان و پشتوانان تروریسم می باشند و از طریق آنها تلاش می کنند تا کشورها را ناکام و ضعیف بسازند، تا به گمانشان راه رسیدنشان به قدرت و چوکی آسان‌تر گردد، و برای تحقق این هدف از هر طریق استفاده می کنند و هر وسیله را مباح می گردانند. همچنین کسی که دینداری و اجتهاد را منحصر در بخش عبادت می سازد، با اینکه از دین درک درست ندارد و در تکفیر زیاده روی می کند و بر روی مردم صلاح برمی دارد، طوری که خوارج انجام دادند، علی‌رغم که بیشتر از دیگران نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند، مگر اینکه برای خیش نصیب کافی از علم شرعی نگرفتند تا ایشان را از وارد شدن در جنگ و خونریزی باز می‌داشت. پس شمشیرهایشان را بر روی مردم کشیدند و خون آنها را ریزاندند، در حالی که اگر علم شرعی می‌آموختند حتما آنها را از چنین کاری باز می‌داشت. پس اسلام با تمام مفاهیمش دین رحمت و مهربانی است. هر آنچه که تو را از رحمت و مهربانی دور بسازد، از اسلام دورت می‌سازد. و آنچه که مدار اعتبار است، رفتار درست است، نه تنها ادعا و گفتار. چنانچه گفته شده است، حالت و عمل یک مرد در میان هزاران نفر بهتر از گفتار هزاران نفر بر یک مرد است. بار خدایا برای ما حق را حق بنما و پیروی از آن را نصیب ما کن، و باطل را باطل نشان بده و پیروی از آن را نصیب ما بگردان. و السلام علیکم.